مراد ویسی همکارم از واشنگتن دی سی همراه ما شدن آقای ویسی تو بخش قبلی صحبت کردیم راجع به کلیات این انتخابات و اینکه چه پاسخی دادن مردم اما این تحریم های گسترده که فعالان مدنی در سراسر جهان ازش حمایت کردن زندانیان سیاسی از داخل زندان از اون حمایت کردن اگر بخوایم به جزئیاتش بیشتر دقت بکنیم چه نکاتی داره من حدود 20 نکته یادداشت کردم که نمیرسم خب همه رو بگم از رو میخوام بگم اول از اینی که این یک نعی بزرگ مردم به خامنه ای و اصلاح طلبا بود در حالی که خامنه ای گفته بود آبروی نظام بیاید برای دوام و قوام نظام و اصلاح طلبا میگفتن میریم مشارکت میکنیم مردم یک نعی بزرگ به خامنه ای و اصلاح طلبا گفتن نکته دوم اینه که با وجودی که مردم این نعی بزرگ رو گفتن حکومت و اصلاح طلبا حتی میخوان قوانین ریاضیات رو هم عوض کنن یعنی دارن میگن اون چهل درصد از شست درصد بزرگتره حکومت داره میگه هماسه اتفاق افتاده اصلاح طلبان میگن تحریم موفق نبوده من ندیده بودم که در هیچ کجای دنیا در رژیم های دیکتاتوری بیان دیگه ریاضیات رو عوض کنن مثلا بگن 60 درصد کوچیکتر از 40 درصده خب معلومه که 60 که تحریم کردن مردم بزرگتره این دو نکته نکته سوم که مردم در ایران راهی برای رفراندوم نداشتن برای همه پرسی که جمهوری اسلامی رو نمیخوان و انتخابات رو تبدیل به همه پرسی کردن در انتخابات گفتن ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم نکته دیگه اصلاح طلب ها میابدن سفزته میکردن مغلطه میکردن که عمده تحریمی ها خارج از کشوریان خارج از کشوریان نشستن دور و به مردم میگن تحریم کنن در حالی که عمده تحریم در داخل کشور رخ داد سفزته و مغلطه اصلاح طلبان باطل شد نکته دیگه تنها نامزد آخوند در این انتخابات زیر یک درصد رأی آورد زیر یک درصد تازه کسایی که شرکت کردند در جمهوری اسلامی آخوندها اینقدر مردم دیگه از اینا بدشون میاد از عمل کردشون زیر زیر یک درصد رأی آورده این هم از اون نکاتی هست این چهارمین انتخابات متوالی بود که مردم تحریم کردن و بزرگترین تحریم رو رخ دادن و آخرین نکته ای که میتونم عرض کنم اینه که ده هر چقدر بیشتر جمهوری اسلامی سرکوب کرد مردم تحریمیتر شدن در سراسر کشور سرکوب کرد مردم تحریمی تر شدن در بعضی از استان ها بیشتر از بقیه جاها سرکوب کرد مردم در اونجا بیشتر تحریم کردن یعنی سرکوب جواب نمیده آقای ویسی به احتمال زیاد این انتخابات به دور دوم کشیده میشه با نتایجی که الان ما شاهدش هستیم فکر میکنی که این روند تحریم این روند نگفتن به جمهوری اسلامی در این در دور دوم چطور تجلی پیدا میکنه اولا اینی که ثابت شد بزرگترین نیروی سیاسی ایران تحریمی ها هستن و کسانی که دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن. در دو انتخابات متوالی ثابت شد بزرگترین نیروی سیاسی تحریم کننده ها هستند نه اصلاح طلبها و نه اصولگرا این یک دوم اینی که اصلاح طلبها و اصولگرا زورشون رو با هم زدن نتونستن اکثریت رو بیارن سوم اینی که مردم اگر این تحریم رو به عنوان یک سرمایه به دست آوردن این سرمایه باید روش وایساد تاکید کرد حفظش کرد و گسترشش داد فراموش نکنیم ایران خانه مشترک ماست و جمهوری اسلامی خانه مشترک اصلاح طلب و اصولگرا است ما اگر میخوایم ایرانمون رو از اصلاح طلبا و اصولگرا پس بگیریم راهش اینه که از خانه مشترک اصولگرا و اصلاح که جمهوری اسلامی عبور کنیم تا بتونیم خانه مشترک هممونو که ایرانه دوباره به دست بیاریم و مردم ایران هم فهیمن هم شجاع این رو با استدلال عرض میکنم مردم ایران در اعتراضات 1401 شجاع بودن با شجاعت رفتن خیابان اگر لازم شد سینه سپر و گلوله کنن کردن و مردم ایران فهم سیاسی بالا دارن اگر در انتخابات لازم بود برن تحریم بکنن رفتن تحریم کردن مردم فهیم ایران و مردم شجاع ایران این دستاورد و حفظ خواهند کرد در دور دوم انتخابات هم اینو تقویتش خواهند کرد و ما روزی با عبور از خانه مشترک اصلاح طلب و اصولگره ایران رو به عنوان خانه مشترکمون از اونا پس خواهیم گرفت مراد ویسی همکارم ممنونم